به مجموعه خبری ساعت ده با من یماس شوش خوش آمدید. سرخط خبرها: بالا گرفتن انتقادها از نهایی نشدن کارشیوه بازرسی آرا. نهادهای ناظر بر روند انتخابات از نهایی نشدن کارشیوه بازرسی آرا نگرانند. تطبیق اصول بدون یک طرز عمل، بدون از اینکه به جزئیات اصول تفسیر شود، مشکلات جدی را به بار. سایه طالبان بر سر مکاتب دختران. تهدید طالبان همه مکاتب دخترانه در ولسوالی شیندند هرات را بست. گویا تهدیداتی وجود داشته که دختران نباید به مکتب بیان. اگر به مکتب بیان، ما مکاتب در میدین، ما عملات انتحاری انفجاری در مکاتب انجام میدیم. خودداری مالکان موترها از گرفتن شماره 39. کاهش عواید دولتی به خاطر یک باور خرافاتی. افراد اشخاص هستند که مفکوره های مزخرف میشنوند و پلید از گرفتن پلید با میورزند، مشکل خود شد. نشست اضطراری شورای امنیت برای خاموش کردن آتش نبرد. شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست اضطراری خواستار پایان یافتن بیدرنگ درگیری ها میان اسرائیل و حماس شد. به نام خدا و شب شما بخیر. نهادهای ناظر بر روند انتخابات از نهایی نشدن کارشیوه بازرسی آرا نگرانند. از سوی هم ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که اگر کارشیوه بازرسی و چگونگی بطلان آرا نهایی نشود، بازرسی آرا نمایش بیش نخواهد بود. در همین حال ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی اطمینان میدهد که این کارشیوه به زودی با توافق تمامی طرفها نهایی خواهد شد. کشمکش های دو نامزد درباره نهایی شدن کارشیوه بازرسی آرا که چگونگی بطلان آرا را روشن می سازد، نهادهای ناظر را نگران ساختند. نهادهای ناظر بر روند انتخابات می گویند تا هنگامی که این کارشیوه تایید و نهایی نشود، هر لحظه امکان دارد که روند بازرسی آرا با چالش هایی روبرو شود. طرز عمل برای پروسه خاص و بی سابقه در افغانستان و کشورهای دیگه وجود نداشته باشد، امکان دارد ما هر لحظه شاید یک مشکل باشیم. تطبیق اصول بدون یک طرز عمل، بدون از اینکه به جزئیات اصول تفسیر شود، مشکلات جدی را به بار میاره. اما روشن نیست که تایید این کارشیوه از سوی کدام دسته انتخاباتی با پرسش های روبرو شده است. دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که آنان پیشنهادهایشان را به سازمان ملل متحد سپردند و اکنون گفتگوها میان دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و سازمان ملل متحد ادامه دارند. تیم جانب مقابل هنوز موافقه نکرده، اما به هر حال موضوع بین ملل متحد و تیم جانب مقابل است. اما در برابر این گفته ها دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی میگوید که این گفتگوها نه تنها با سازمان ملل متحد بل با تمامی طرف های دخیل در این روند ادامه دارند و تلاش می شود تا هرچی زودتر نتیجه دلخواهی به میان آید. ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت ممکن معیارهای ابطال آرا هم مورد توافق 100% هر دو نمایندگان هر دو نامزد ملل متحد، نماینده سفارت ایالات متحده آمریکا و سایر ناظران بین المللی واقع شود و همچنان مورد توافق کمیسیون مستقل انتخابات باشد. در این میان سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات بر رسیدن به یک توافق در این باره خوشبین هستند. پیام ما برای هر دو کاندیدی است که امی روحیه تفاهم، جستجوی تفاهم و صحبت با هم دیگر را حفظ کرده و هر چیز زودتر کوشش کنند که به توافق برسند که مردم افغانستان منتظر هستند. انکشافات داشتیم، روی هم رفته، باید نماینده های تکنیکی هر دو تیم با مواردی که در این لایحه در نظر گرفته شده هم نظر باشند و او را نهایی بسازند. نهایی شدن این کارشیوه در نتیجه بخش بودن بازرسی آرا حیاتی پنداشته می شود. تایید و نهایی شدن این کارشیوه از سوی هر دو نامزد و تصویب آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات می تواند نگرانی ها را از چگونگی پیامدهای روند بازرسی آرا از میان بردارد. در شش ماه گذشته بیش از 100 پلیس و غیر نظامی در ولسوالی شیندند ولایت هرات از سوی هراس افغانان کشته شدند. والی هرات با ابراز این مطلب میگوید که ولسوال و فرمانده پلیس این ولسوالی را به علت افزایش ناامنی ها و بی‌پروایی آنان در برابر ناامنی ها برکنار کرده است.
در همین حال رئیس معارف هرات میگوید که به علت تهدیدهای طالبان همه مکتب‌های دخترانه در این ولسوالی بسته هستند و بیش از 40,000 دختر از آموزش محروم شدند. در 13 سال گذشته هیچ مکتب دخترانه در هرات بسته نبودند و نظام معارف این ولایت در افغانستان نمونه بود. اما اکنون رئیس معارف هرات میگوید که طالبان 10 روز پیش در مرکز ولسوالی شیندند به یک مکتب دخترانه داخل شدند و بر دانش آموزان دختر گلوله‌باری کردند. ما شبنامه های از آدرس های مختلف و مکاتب دخترانه خود دریافت کردیم که گویا تعدیداتی وجود داشته که دختران نباید به مکتب بیان. اگر به مکتب بیان ما مکاتب در میدیم، ما عملات انتحاری انفجاری در مکاتب انجام میدیم. خب در شندن تصمیم ولسوالی بوده، حکومت محلی بوده که دیروز خود والی هم دست به اقدامات زده. ما هم وضعیت از نزدیک دیدیم در شندن، در ولسوالی شندن. هر آنچه که نیاز باشد از طرف پلیس و انجام خواهد گرفت. در همین حال والی هرات میگوید که در 6 ماه گذشته هراس افکنان بیش از 100 پلیس و غیر نظامی را در این ولسوالی کشتند و علت افزایش بی پیشینه خشونت ها در شیندند نبود هماهنگی و مسئولیت پذیری از سوی نیروهای امنیتی به ویژه پلیس این ولایت است. پلیس از اینا چیزی که در تشکیل است در صحنه وجود ندارد، یعنی تشکیلشان تکمیل نیست و ظرفیتشان پایین است و هماهنگی بین خود ارگانهای امنیتی در اونجا وجود ندارد. اما فرمانده پلیس هرات آمارهای کشته شدن 100 پلیس و غیر نظامی را در 6 ماه گذشته در این ولسوالی نمیپذیرد، اما میگوید که برای تامین امنیت این ولسوالی نیروهای بیشتر فرستاده شده است. ایجاد کمربند امنیتی و تقویه پوسته های امنیتی در ولسوالی شندن، گزمه های شبانه روزی، عملیات های کماندویی که فعلا ادامه داره در ولسوالی شندن، این اوضاع امنیتی را زیر کنترل آورده. در همین حال نمایندگان هرات در مجلس نمایندگان هشدار میدهند که اگر به ناامنی های این ولایت توجه جدی نشود، این بی‌پروایی ها پیامدهای بدی خواهند داشت. متاسفانه که دولت هنقدر بی خبر و هنقدر بی تفاوت در قبال ولسوالی شندن است که من هم قریب سقوط ولسوالی رو پیش بینی کردم اگر بدین منوال حرکت بکند و نیروهای امنیتی هیچ تصمیمی نگیرد. ولسوالی شندند هرات بیش از 800,000 نفوس دارد و این ولسوالی دروازه هرات به سوی جنوب کشور به شمار می رود. وجود بزرگترین پایگاه ناتو در این ولسوالی و وجود مرکز آموزشی خلبانهای اردوی ملی در این پایگاه به این ولسوالی ارزش بیشتری داده است، تا جایی که امنیت ولسوالی شندند را کلید امنیت هرات دانستند. احمد جاوید زیارتجاهی، طلوع نیوز، هرات. با گذشت 5 روز نزدیک به 600 صندوق آرا بازرسی شدند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته بود که روزانه 1,000 صندوق بازرسی شوند، اما اکنون دیده می شود که کار بازرسی بسیار با کندی به پیش می رود. این کندکاری انتقادهای نظارت کنندگان را نیز برانگیخته است و می گویند که اگر این روند به همین گونه پیش رود، احتمال دارد که این بازرسی ماها را در بر گیرد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که 100 گروه برای بازرسی آرا ایجاد خواهند شد و این 100 گروه در هر ساعت 1 صندوق را بازرسی خواهند کرد و به این گونه هر روز 1,000 صندوق بازرسی خواهند شد. اما اکنون دیده می شود که با گذشت 5 روز نزدیک به 600 صندوق بازرسی شدند و گفته می شود که کار بازرسی 1 صندوق حتی در 3 ساعت هم به پایان نمی رسد. کمیسیون هم مامورین خود که از ولایات خواسته به این چکلستا و به این تفتیش چون اینا نابلدی میکنه و بسیار به کندی پیش میره. همین 2-3 روزی که تیر شده کمک پروسه جدیتر شده، از این معلوم شد که مامورین که در این 2-3 روز کار کرد کمک بلدیت سر پروسه پیدا کردن. امیدوار هستم که در روزهای آینده ما بتانیم روزانه امو هدفی که یا تارگیتی که تعیین کرده بودیم و یا کمیسیون تعیین کرده بود که با اگر بتانیم روزانه 1,000 محله بازرسی بکنیم. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات علت کنکاری روند بازرسی آرا را به دسته های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری نسبت می دهد و می گوید که ناظران این دسته های انتخاباتی به گونه لازم آموزش ندیدند. کنکاری که صورت می گیره از دو طرف است، یکی موضوع ناظرین کاندیداست که باید خوبتر ترین شو آموزش ببینه و یکی هم ناظرین برمیلی است که باید در هر تیم حضور پیدا کنه. بنان کمیسیون مستقل انتخابات در 3 گدام عملا آمده ازی است که تیم ها را بیشتر بسازه و برای
بروان سرعت ببخشه. گفته می شود در میان صندوق هایی که تاکنون بازرسی شدند، صندوق های مشکوک کابل نیز هستند و این صندوق ها از سوی تمامی ناظران ملی و جهانی شناسایی شدند. در همین حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مشکوک بودن این صندوق ها را تایید می کند و می گوید که درباره باطل شدن یا نشدن این صندوق ها اعضای این کمیسیون تصمیم خواهند گرفت. اما یک عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید که تصمیم درباره باطل شدن آرا از صلاحیت های سازمان ملل متحد است. خودداری مالکان موتر از گرفتن شماره هایی که عدد 39 دارند درآمد های پلیس ترافیک را بیشتر از 50% کاهش داده است. ریاست عمومی پلیس ترافیک می گوید که مالکان موترها زیر اثر گفته های حلقه های مافیایی رفتند و از گرفتن شماره هایی که عدد 39 را دارند خودداری می کنند. وزارت داخله هشدار می دهد که شماره هایی که 39 حذف شدنی نیست و مطابق به قانون بر موترداران توزیع خواهد شد. یک باور پوچ، یک عالم دردسر. حلقه های سودجو و مافیایی عدد 39 را همچون یک عدد ننگین و شرم‌آور شهره ساختند، در حالی که این عدد هیچ بدی را در خودش ندارد و عددی است همانند عددهای دیگر. بسیاری از مالکان موترها داشتن شماره هایی را با عدد 39 ننگ می دانند و از گرفتن آن شرم دارند، نفهمیده از این که با این کارشان جیب های حلقه های مافیایی و سودجو را پر می کنند و برعکس عواید دولت را کاهش می دهند. کسایی را که جاروباز می کنی سر ما می خندند. هیچی یک کلتوری که هیچی یک فرهنگی که به هیچ چیزی برابر نمی شود. وزارت امور داخله در کنار اینکه از توزیع اجباری این شماره ها خبر می دهد، از مردم و نهادهای مدنی می خواهد تا برای نابودسازی چنین باورهای پوچ مبارزه کنند. اگر کسی خوش داره یا خوش نداره یا به هر حالت که است، اگر اینا مفکوره ها و افراد اشخاص هستند که مفکوره های مزخرف میشنوند و پلید از گرفتن پلید با میورزند، این مشکل خودشان است. و اما دیدگاه مردم درباره عدد 39 چیست و آیا خودداری از گرفتن شماره هایی که عدد 39 دارند کاری درستی است؟ و یک نظر اشتباه هست. ما آیت 39 را داریم. هر کس که گپ میزنه بسیار کار احمقانه است. خودداری مالکان موترها از گرفتن شماره های با عدد 39 امسال درآمدهای دولت را در حدود 1 میلیارد افغانی کاهش داده است و در حال حاضر 42 شماره 39 تمامی روند توزیع شماره ها را متوقف ساخته است. اما در حقیقت 39 تنها یک عدد است و هیچ چیزی از شخصیت انسان کم نمی کند. این در حال است که ما در سال به سر می بریم که عدد 39 را در خود دارد. پس آیا این 39 بر شخصیت تمامی شهروندان کشور اثر می گذارد؟ دسته های انتخاباتی هر دو نامزد توافق ها میان دو نامزد را نهایی و برگشت ناپذیر می دانند. این دسته های انتخاباتی می گویند که توافق ها میان دو نامزد که با پادرمیانی سازمان ملل انجام شده هیچگاه تغییر نخواهند کرد و بازرسی آرا و ایجاد حکومت وحدت ملی تغییر ناپذیر هستند. این ستادها می گویند که عملی شدن این توافق ها هر چند فراز و نشیب هایی دارد، اما عملی شدن آنها تضمین شده است. اختلاف نظرها میان ناظران دو نامزد بر سر شمارش آرا ظاهرا، پرسش‌هایی را درباره توافق‌های سیاسی میان دو نامزد نیز پدید آوردند. اما اکنون دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی می‌گویند که این توافق‌ها بنیادی و تغییر ناپذیر هستند. دست انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می‌گوید که هیچ اختلاف نظری نمی‌تواند بر توافق‌های سیاسی میان دو نامزد اثر بگذارد. هیچ گونه احتمال برگشت و شکنندگی در او احساس نمی شود. البته توافق بر سر دو نکته هست. یک، تفتیش 100% آرا که عملا پروسه تفتیش آغاز شده است. دو، ایجاد حکومت وحدت ملی بعد از اعلان نتیجه انتخابات. در همین حال دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله این توافق ها را توافق های راهبردی می داند که از سوی جامعه جهانی تضمین شدند. به باور این دسته بر بنیاد همین توافق های سیاسی ساختار سیاسی حکومت آینده ساخته خواهد شد. تامین شفافیت و اعتبار پروسه صد مدیده انتخابات این اولویت ماست.
که ما نمیخوایم این پروسه به اعتبار شود. در قدم دوم هر نتیجه که انتخابات داشته باشه این توافق سیاسی در واقع توافق سیاسی است که بر اساس او شکل میگیره ساختار سیاسی آینده افغانستان. از سوی دیگر برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که هرچند تفاوت دیدگاه ها میان نامزدان وجود دارد و رسیدن به یک نتیجه مشترک با دشواری ها همراه خواهد بود، اما ضمانت هایی که وجود دارند تضمین کننده عملی شدن این توافق ها هستند. دلیل از اینکه یگانه راه حل یک بحران سیاسی و مدیریت یک بحران سیاسی دسترسی به یک توافق سیاسی بود و به دلیل از اینکه هر دو کاندید رهبری سیاسی مسئولانه را میخواهند برای نمایش بگذارند، پس با او دلیل ضمانت های ای که میتانه ای توافق مریول اجرا شوه و دنبال از طرف هر دو کاندید دنبال شوه و رعایت شوه بسیار زیاد وجود داره. هر دو دست انتخاباتی میگویند که گفتگوها میان نامزدان درباره این توافق ها نهایی شدند. اما اگر این توافق نهایی شده باشد، این پرسش به میان میآید که چرا تا کنون این توافق ها به گونه رسمی اعلام نشدند. بولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا در محاصره طالبان قرار دارد. محمد شفیق مدیر امنیت این ولسوالی با تولونیوز میگوید که طالبان از صبح امروز بر این ولسوالی حمله کرده و تا اکنون چندین تن از غیر نظامیان را به قتل رسانیدند. مدیر امنیت ولسوالی خوشامند هشدار می‌دهد که اگر نیروهای امنیتی کشور در شکست دادن طالبان تلاش نکنند، این ولسوالی سقوط خواهد کرد. تا لحظات دیگر، شورای امنیت سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری میان اسرائیل و حماس شد. باز هم خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل خواستار پایان یافتن بیدرنگ درگیری ها میان اسرائیل و گروه حماس شده است. اعضای این شورا در یک نشست اضطراری در نیویورک نگرانی جدیشان را درباره افزایش تلفات غیر نظامیان در نوار غزه ابراز کردند. همزمان با اینکه شمار تلفات حملات اسرائیل بر نوار غزه به بیش از 500 تن رسیده، باراک اوباما نیز بر برقراری آتش بس بیدرنگ میان اسرائیل و گروه حماس تاکید دارد. شدت گرفتن حمله های زمینی و هوایی اسرائیل بر نوار غزه و افزایش روزافزون شمار تلفات غیر نظامیان فلسطینی شورای امنیت سازمان ملل متحد را وادار ساخت تا نشست اضطراری را در این باره برگزار کنند. در این نشست اعضای شورای امنیت پایان یافتن بیدرنگ درگیری ها را میان اسرائیل و گروه حماس یک نیاز جدی می دانند. اعضای شورای امنیت نگرانی جدیشان را درباره افزایش شمار تلفات ابراز کردند. اعضای شورای امنیت خواستند تا با بازگشت به توافقنامه آتش بس ماه نوامبر سال 2012 خصومت ها را بیدرنگ کنار بگذارند. افزون بر این شمار از کشورهای جهان گواه اعتراضات ضد اسرائیلی است. معترضان در شمار از کشورها به ویژه در اردن، استرالیا و فرانسه بر پایان یافتن بیدرنگ حمله های اسرائیل بر غزه تاکید می‌ورزند. اما اعتراضات هواداران فلسطینیان در پاریس به خشونت کشانیده شد و معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. از سوی دیگر رئیس جمهور ونزوئلا اسرائیل را به نسل کشی فلسطینیان متهم می کند. نیکولاس مادورو می گوید که اسرائیل با پیشرفته ترین جنگ افزارها در حال نسل کشی فلسطینیان است. حمله های اسرائیل بر نوار غزه که وارد 14 روز شدند، تا کنون بیش از 500 کشته و 3135 زخمی بر جا گذاشتند. این حمله های اسرائیل نیز سبب شدند تا شمار زیاد از فلسطینیان از نور برق و آب آشامیدنی محروم شوند و بیش از 83,000 فلسطینی مجبور به ترک خانه هایشان شوند. اما تنها از آغاز حمله های اسرائیل بر نوار غزه تا کنون 18 سرباز و 2 غیر نظامی اسرائیلی در حمله های پیکارجویان حماس کشته شدند. یک زوج تازه ازدواج کرده با خوششانسی از مرگ نجات یافتند. قرار بود این زوج استرالیایی در هواپیمای مالیزیایی که شنبه شب در شرق اوکراین سقوط کرد سفر کنند، اما آنان در آخرین دقیقه پرواز از این پرواز خودداری کردند و به این گونه از این فاجعه به دور ماندند.
تا لحظات دیگر. کسر 41 میلیاردی در بودجه های عادی و توسعه‌ای. باز هم خوش آمدید. و بودجه کشور امسال 41 میلیارد افغانی کسر دارد. معین وزارت مالیه میگوید که این وزارت 20 میلیارد افغانی در بودجه عادی و 21 میلیارد افغانی در بودجه توسعه‌ای کسر بودجه دارد و میگوید که این کسری به علت به بن‌بست کشیده شدن انتخابات، خروج نیروهای خارجی، کاهش سرمایه گذاری ها، کاهش واردات و عدم پرداخت مالیات به میان آمده است. معین مالی وزارت مالیه میگوید که این وزارت تعهدات بیشتر از جامعه جهانی و گردآوری درآمدها از منابع داخلی را به گونه نرمال در سال مالی روان پیش بینی کرده بود، اما به علت به بن‌بست کشیده شدن انتخابات، رکود اقتصادی، بیرون شدن نیروهای خارجی و فضای سیاسی موجود، درآمدهای داخلی کاهش یافتند و بودجه با کسر روبرو شده است. ما از آغاز سال 428 میلیارد افغانی بودجه داشتیم که از این جمله 280 میلیارد از این بودجه عادی بود و متبقی از این بودجه انکشافی. در بودجه انکشافی ما از آغاز سال ما 21 میلیارد افغانی کسر بودجه داشتیم، یعنی پروژه های زیادتر پیش بینی کرده بودیم داخل بودجه داشتیم نسبت به پیش بینی عواید ما در سال جاری. در همین حال شماری از آگاهان اقتصاد کسر بودجه را بر درآمدهای آینده و اقتصاد کشور اثرگذار میگویند. متاسفانه ما هم در بودجه انکشافی خود کسر داریم، هم در هزینه های نیروهای مسلح خود کاملا کسر داریم و هم در بودجه عادی خود. کسر بودجه عادی بسیار خطرناک به خاطر ازی است که انسان میتونه که بر یک مدت از انکشاف صرف نظر کنه و از رشد اقتصادی صرف نظر کنه، حداقل حفظ وضع موجود نیاز به بودجه عادی دارد. مقام های وزارت مالیه در حالی از کسر بودجه خبر میدند که شماری از کارمندان دولت مانند استادان دانشگاه کابل از سیما بدین سو عقل زمه و اضافه کاری هایشان را دریافت نکردند. تقریبا سه ماه یا چهار ماه عقل زمه شبانه مانده و از معاش روزانه هم گفته میشه که یک مقدار پول از بانک ها به هر شکلی بوده کشیده شده، شاید در مسائل انتخابات، شاید در بعض مصارف دیگه دولت صرف شده. این در حالی است که به گفته وزارت مالیه برخی از مشکلات در پروژه های انکشافی وجود نامنی ها نیز سبب شدند که این پروژه ها به زمان مناسب و نسوی کمک کنندگان تمویل نشوند. در آخر نگاه دیگر به چند خبر. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید اگر کارشیوه بازرسی و چگونگی بطلان آرا نهایی نشود، بازرسی آرا نمایش بیش نخواهد بود. تهدید طالبان همه مکاتب دخترانه در ولسوالی شیندند هرات را بسته و بیش از 40,000 دختر از آموزش محروم شدند. و خودداری مالکان موترها از گرفتن شماره های 39 درآمدهای پلیس ترافیک را بیش از 50% کاهش داده است. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه شما خوش.